درود بر شما همراهان همیشگی. صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی دو شب پیاپی، یعنی شنبه شب و یک شنبه شب، با پخش دو گزارش تلویزیونی سعی داشت که در برابر حمله اخیر اسرائیل به مراکز نظامی پارچین به نوعی ابراز وجود کند و از طرفی هم در مقابل صحبت‌های دو هفته گذشته رئیس موساد که گفته بود هر زمان اراده کنیم رهبر جمهوری اسلامی در هر لحظه در چنگال ما است، سعی داشت که از قدرت امنیتی و پناهگاه‌های سران رژیم جمهوری اسلامی هم گزارش دهد. غافل از اینکه این گزارش آنقدر ناشیانه طراحی شده بود که انتقادات بسیاری از حکومتیان را برانگیخت، تا جایی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آن را یک فاجعه اطلاعاتی بسیار شرم‌آور توصیف کرد. به گزارش ایندیپندنت، در گزارش اول رژیم از پایگاه پهپادی راهبردی 313 رو نمایی کرد. این گزارش یک روز پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز از حمله پهپاد اسرائیلی به مرکز نظامی پارچین در حومه تهران منتشر شد. پیش از آن که اخبار 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی این گزارش را منتشر کند، ظهر شنبه سایت ها و خبرگزاری های داخل ایران خبر از بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یک پایگاه سری ارتش داده بودند. طبق این گزارش، این پایگاه در عمق چند صد متری سطح زمین واقع شده است و گزارشگر صدا و سیما نیز در گزارش خود اعلام کرد که این پایگاه یک پایگاه فوق سری در منطقه شمال غرب ایران است و فیلم بردار صدا و سیما اجازه همراهی آنها را نداشته است. او همچنین گفت که پرواز او از پایگاه یکم هوانیرو صورت گرفته است و پیش از رسیدن به این پایگاه پهپادی او از موضوع این بازدید بی خبر بوده و پس از دقایقی به او گفته شده است که باید با چشم بند به مسیر ادامه دهد. او سپس با نشان دادن مسیر پرواز هلیکوپتر گفت که پس از نزدیک به 40 دقیقه پرواز به پایگاه زیرزمینی پهپادی رسیدند. مسئولان ارتش صدا و سیمای رژیم در حالی از فوق سری بودن این پایگاه گفتند که اطلاعات داده شده در این گزارش به راحتی می تواند مکان پایگاه را برای سرویس های امنیتی کشورهای دیگر مشخص کند. زمان تقریبی مسافت و مبدا توسط این گزارشگر اعلام شده است و هلیکوپتری که به وسیله آن این مسیر را طی کرده اند هم در این فیلم نشان داده می شود. در نتیجه به راحتی با رصد مسیر این هلیکوپتر مکان این پایگاه مشخص خواهد شد. زمان تهیه این گزارش نیز توسط خبرنگار 4 خرداد اعلام شده است، اما پس از انتشار عکس‌های مربوط به بازدید محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از این پایگاه، یک اشتباه دیگر نیز صورت گرفت. متادیتای مربوط به عکس‌ها بدون حذف شدن در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت و با انتشار این عکس‌ها به راحتی میتوان فهمید که این عکس‌ها در 2 مرحله گرفته شده است. یک بار عکس‌های تکی پهپادها در صبح 28 اردیبهشت گرفته شده است و فردای آن روز، یعنی ساعت 10 صبح 29 اردیبهشت، باقی عکس‌های مربوط به گزارش صدا و سیما و بازدید باقری از این پایگاه گرفته شده است. در نتیجه با این حساب، این بار زمان تقریبی تهیه گزارش هم توسط مسئولان روابط عمومی ارتش لو می رود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با جمع‌آوری مجموعه اطلاعات این گزارش در مورد محل پایگاه پهپادی راهبردی 313 مکان تقریبی آن را حدس زدند. یکی از کاربران توییتر که به گفته خودش بسیجی و از حامیان جمهوری اسلامی است، در توییترش نوشته است که کارشناسان توپوگراف و جاسوسان محلی با دیدن این تصاویر به راحتی می‌فهمند هلیکوپتر از کدام سمت پایگاه به مدت 40 دقیقه پرواز کرده است. در به شهرک نشان داده نشد، اما یقین دارم اگر صدای باز شدن در را به یکی از دوستانم که متخصص ساخت درهای بزرگ است نشان بدهم، به راحتی میتواند نوع در، آلیاژ، وزن، روزمینی یا زیرزمینی بودن و سایر مشخصات آن را به شما بگوید. یکی از اکانت های انگلیسی زبان که اخبار مربوط به اسرائیل را پوشش میدهد، با توجه به انتشار تصویر هلیکوپتر در صفحه توییترش نوشته است که با توجه به حد اکثر سرعت هلیکوپتر بل 214 به جرأت میتوان گفت که این پایگاه مخفی
حدوداً 102 کیلومتر با پایگاه یکم هوا نیروز فاصله دارد. مشابه این اتفاق و افشای اطلاعات محرمانه و سری پیش از این نیز در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی بسیار سابقه داشته است. مهمترین نمونه این دست اتفاقات در جریان بازدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی از سایت هسته‌ای نطنز دیده شد. در آن زمان دوربین صدا و سیما با محمود احمدی نژاد داخل این سایت هسته‌ای شد و از تمام جزئیات این سایت و چهره دانشمندان هسته‌ای تصویر برداری کرد و عجیب آنکه همه این تصاویر پخش شد. حتی در گوشه ای از تصاویر که محمود احمدی نژاد و همراهان او عینک هایی بر چشم داشتند میشد از درون آن عینک ها تصاویر افراد در پشت دوربین را نیز مشاهده کرد. در مستند روزهای صفر به کارگردانی الکس گیبینی با پرداختن به این موضوع گفته شده است که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با اطلاعات منتشر شده در عکس ها و فیلم های این بازدید توانستند راه نفوذ به این سایت را بیابند و همچنین برخی چهره های دانشمندان را شناسایی کنند. بعدها ویروس استاکسنت ضربه بزرگی به تأسیسات نتنز وارد کرد. همچنین یکی از دانشمندان حاضر در آن فیلم به نام مصطفی احمدی روشن بعدها به طرز عجیبی حذف فیزیکی شد. اما این تمام حماقت صدا و سیما و مسئولین رژیم نبود. در گزارش دوم که همین یک شنبه شب پخش شده است، خبرنگار صدا و سیما به گفته های رئیس سازمان موساد اشاره می کند که گفته بود هر لحظه اراده کند می تواند به سران جمهوری اسلامی و حتی علی خامنه ای دسترسی داشته باشد و اگر نیاز باشد آنها را حذف فیزیکی هم خواهد کرد. این خبرنگار سپس از تجربه اش می گوید که برای ملاقات با رهبر رژیم جمهوری اسلامی در زمانی که به قول او خطر حضور مجاهدین و حذف فیزیکی رهبر رژیم جمهوری اسلامی وجود داشته به یک مخفیگاه می رود. او با ذکر جزئیاتی عجیب و نشان دادن چند تصویر می گوید که حدود 15 دقیقه از زیر زمین حرکت کردیم و از محوطه پاستور به منطقه ای رسیدیم که بعید می دانم در کشور به تعداد انگشتان دو دست افرادی از وجود آن خبر داشته باشند. او سپس با نشان دادن چند عکس موجب می شود که کاربران در تحلیلی دقیق نشان دهند که آنچه که از آن صحبت می کند حتی نیاز به کار جاسوسی نیروهای امنیتی اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا ندارد و همان پناهگاه دوشان تپه است که در سالهای اخیر تونلی از بیت علی خامنه ای به آن حفر شده است تا در مواقع نیاز سران رژیم جمهوری اسلامی به آنجا فرار کرده و توسط هلیکوپتر به نقاط دیگر منتقل شوند. تمامی این نمایش ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته است که هر روز بر شرایط وخیم اقتصادی سیاسی رژیم افزوده می شود و سران رژیم جمهوری اسلامی با انجام دادن پروپاگانداهایی از این دست سعی دارند که خود را در موضع قدرت نشان دهند. اینها همه در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز 4200 تومانی و اجرای طرح ساماندهی توزیع یارانه بدون آنکه دولت زیرساخت‌های مناسب را فراهم آورده باشد سبب موجی از تورم در اقتصاد کشور خواهد شد که آنچه که اکنون می‌بینیم تنها نوک کوه یخ این فاجعه است. محمد یوسفی تحلیلگر اقتصادی معتقد است بازار خدمات در ایران دیگر توان و کشش فشارهای اخیر را ندارد و در ماه‌های آینده شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خواهیم بود. این تحلیلگر اقتصادی میگوید بسیاری انتظار دارند که پس از این گرانی‌ها تا مدتی شرایط آرام‌تر شود، اما متأسفانه باید مطرح کنم که تأثیر گرانی‌های اخیر به زودی اثر تورمی خود بر دیگر بازارها و صنایع را نیز آشکارتر خواهد کرد و اصولاً در هر جامعه ملتهبی ابتدا کالاها گران می شوند و در مرحله آخر این خدمات است که ترکش خود را به اقتصاد می زند. در حالی که اقتصاددانان به نارضایتی مردم در پی گرانی و تورم اشاره دارند، جامعه شناسان نیز از این اعتراضات هشدار برای جمهوری اسلامی را عنوان می کنند. محمد رضا محبوب‌فر جامعه شناس معتقد است که هشدار داده می شود که این روند باید همینجا متوقف شود
افزایش تورم نگران کننده است و شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به دو قشر فقیر حد اکثری و ثروتمند حد اقلی حاصل روند فعلی اقتصادی کشور است. این جامعه شناس گفته است که کنترل اوضاع کشور از دست دولت و رژیم خارج شده است و شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد حتی 1% هم تحقق نیافته و او تا کنون نتوانسته است آنچه را از رئیس دولت قبلی تحویل گرفته حتی تثبیت کند. محمد رضا محبوب فر افزوده است که نباید بیش از این اجازه داد که مشکلات اقتصادی تبدیل به موضوعات امنیتی شده و ناامنی در کشور مضاعف شود. عصبی کردن مردم خطرناک است و نباید یک جمعیتی را به جان هم انداخت. با افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی، فقر، محرومیت و حاشیه نشینی، سرقت‌های خرد و خفتگیری رشد قابل توجهی نشان داده است و از درخت تا دکل فشار قوی توجه سارقان را جلب کرده است و سرقت‌ها در فاز عجیب و غریبی قرار گرفته است. سرقت ابتدایی ترین مواد غذایی و حتی چیپس و پفک دیگر برای سوپرمارکت ها و فروشنده های مواد غذایی عادی شده است. او همچنین گفته است که واکنش عجولانه و بدون پشتوانه دولت 13 درباره حذف ارز 4200 تومانی و سردرگمی در نحوه کنترل و مدیریت پیامدهای این تصمیم می تواند به اعتراض های معیشتی در خصوص موج بی سابقه گرانی ها دامن بزند. ادامه چنین روندی خطرناک است و باید ترمز گرانی ها در کوتاه ترین زمان ممکن کشیده شود. در غیر این صورت فضای کنونی جامعه می رود که نارضایتی های هرچه بیشتر اجتماعی و تشدید فضای امنیتی در شهرهای کشور را به دنبال داشته باشد. این هشدارها در حالی مطرح می شود که ماه گذشته و از نیمه اردیبهشت ماه مردم در 10 شهر ایران اعتراضات چند روزه علیه گرانی و مقامات و نهادهای مسئول برگزار کردند. این اعتراضات با سرکوب شدید و مسلحانه مردم اندکی خاموش شد، اما روند گرانی ها و کاهش قدرت خرید مردم به اعتراضات سراسری که در هفته های اخیر با فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان شهرهای جنوبی و مرکزی کشور را فرا گرفته است بیشتر دامن زد و اعتراضات هنوز جریان دارد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.